در جلسه از امروز هیئت دولت که به ریاست آقای احمدی نژاد تشکیل شده بود، مهمترین مسائل داخلی و خارجی بررسی شد. اعضای هیئت دولت در این جلسه به ویژه با توجه به سال جهاد اقتصادی درباره لوایح و طرح‌های مختلف بررسی و رایزنی کردند. رئیس جمهور در این جلسه با تشکر عمیق از حمایت‌های مستمر رهبر معظم انقلاب از دولت، دولت دهم رو به طور کامل پایبند به ولایت فقیه خواند و تبعیت از ولایت فقیه رو میثاق همه اعضای دولت و از محورهای اصلی اعتقادی و کاری دولت خواند. تئوری ولایت فقیه اون نقطه محوری اندیشه امام حرکت کرد در مقابل سرمایه‌داری و مارکسیسم. روش جدیدی از امامداری رو مطرح کرد که این روش برآمده از اعماق اعتقادات ماست و در واقع حلقه اتصال ما به همه اندیشه های الهی که پیامبران الهی به بشر هدیه کردند. آقای احمدی نژاد با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای الغای ناکارآمدی نظام گفت مهمترین عامل نومیدی و یأس دشمنان اثبات کارآمدی نظام اسلامی است و دولت دهم با همین هدف تمام تلاش خود را به کار گرفته و در همه عرصه‌ها کارهای بزرگی کرده است و به این تلاش‌ها با همه توان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای الغای وجود شکاف در نظام اسلامی گفت دولت همانند ملت در پرتو ایمان و عشق به اسلام و نظام و ولایت حرکت می کند و دشمنان و منحرفان مطمئن باشند از این گونه تلاش ها به هیچ نتیجه ای نمی رسند. در بیرون هم که بعضی جشن گرفتن، حرفایی زدن، گفتن نمی دونم شکاف افتاد و مقدمات جشن رو فراهم کردن، خب اونها هم که فکر میکنم پاسخشون رو دریافت کرده باشن، اما هم نظام سلطه و استکبار، هم رژیم صهیونیستی پلید نامشروع بدونن به فضل الهی احمدی نژاد اعتقادی و سیاسی و بر اساس برنامه با اونها دشمنی و تا نابودی اونها و تا آخر خواهد ایستاد. شما بدونید من تا آخرین لحظه عمرم، هر موقع و هر مقدار که خدا عمر بده، هم در این مسیر هم علیه استکبار، علیه رژیم صهیونیستی هستم و دلم امیدواره که خدای متعال انشاءالله محو و نابودی این رژیم رو به ما نشان خواهد داد.